ده سال پیش در چنین روزی از مقابل همین پنجره تلویزیون فارسی بی بی سی آغاز به کار کرد و برای اولین بار میهمان خانه های شما شدیم. ده سال پرحادثه. ده سالی که بسیاری از ما اینجا و در کنار شما بزرگ شدیم. جلوی این دوربین قد کشیدیم، کار یاد گرفتیم و تجربه کسب کردیم. خیلی وقتها محبت داشتید و طبیعتاً گاهی هم انتقادهایی که اغلب به جاهای تند و باریک هم میکشید. ممنون که این ده سال با ما همراه بودید. آناهیتا شمس نگاهی کرده به ده سال تلویزیون فارسی بی بی سی. به تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. از امروز پخش برنامه‌های ما را آغاز می‌کنیم. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. سلام و شب بخیر، من فرماز قاضی زاده هستم. در کشورهای منطقه براک حسین اوباما دو سالمی سوئر. از این لحظه با شما که پیگیر اخبار انتخابات ایرانی همراه خواهیم. شما هم امشب به میزگردهای انتخاباتی بی بی سی فارسی دعوت هستید. انگار که پایتخت رو خیلی دوست داشتی سریال. امانوئل مکرون با 65% آرا فرمان ممنوعیت ورود او مراسم اسکار رو مستقیما تحت تاثیر قرار داد. خیلی سنگینه، یعنی شاید بگم نمیتونم حتی یک قدم بردارم. برای حفظ و نگهداشت این مکان‌های تاریخی مهداد فرهمند از میدان تحریر قاهره همراه ماست. در قاهره زندگی به حال عادی برگشته. هزینه این مراسم رو خانواده سلطنتی بریتانیا و خانواده میدلتون می‌پردازند. چاریتی که رهبران مخالف توافق کرده بودند که انتخابات پارلمانی بریتانیا روز پنجشنبه برگزار میشه. صندوق مورد نظر شناسایی میشه و به ادعای تقلب رسیدگی میشه. از شروع کار تلویزیون بی بی سی فارسی سعی کردیم اخبار گوشه و کنار دنیا را تا آنجا که می توانیم منصفانه و با بی‌طرفی به دست شما برسانیم. اما در این سالها بودند طیف‌ها و احزابی که بی بی سی فارسی را به نزدیک بودن به طیف‌ها و احزاب دیگر متهم کردند. اینها می گویند با آنهاست و آنها می گویند با اینهاست. اما بی بی سی فارسی تلاش کرده بر مبنای اصول روزنامه نگاری این سازمان با اتکا به پشتوانه تجربه و خبرنگاران حرفه‌ای خبر را به دست مخاطبانش برساند. تلویزیون بی بی سی فارسی 10 سال پیش متولد شد و پیش روی شما قد کشید. فکرات همین چند ساعت پیش به نتیجه نزدیک است. لحظه حیاتی پایان 13 سال مناقشه. 33,000 ایمیل. آره واقعا شخصی بودن. اول 35,000 تا بود. آره نه بابا. By Donald John Trump do solemnly swear. پخش عادی برنامه‌های بی بی سی فارسی رو قطع کردیم. 4 فرد ناشناس با کلاشنکوف. اینجا امضا فرمان ریاست جمهوری برای اثرگیری تحریم‌ها علیه ایران. رهبر ایران گفت از طرف ملت ایران میگویم آقای ترامپ شما غلط می‌کنید. گامیز روز بسیار پرخبری بوده در آمریکا. در این سالها مقامات ایران خبرنگاران و کارکنان بی بی سی فارسی و خانواده هایشان را تحت فشار گذاشته و تهدید کرده است. سال گذشته بی بی سی فارسی شکایتش را به سازمان ملل برد و از جامعه بین المللی تقاضای کمک کرد. ما می خواهیم که در امنیت به کشورمان سفر کنیم و خانواده هایمان را ببینیم. بی بی سی فارسی اما سعی کرده با پوشش منصفانه خبرهای جهان در کنار مخاطبانش باشد. شدیدترین اعتراضات در انتخاباتی که بیشترین شرکت کننده را داشت. تلویزیون فارسی بی بی سی در سال 1388 جایزه واضح ترین پوشش یک حادثه خبری را به خاطر پوشش انتخابات ایران دریافت کرد. جایزه‌ای که از طرف اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های بین‌المللی به مستند انتخاباتی که ایران را لرزاند داده شد. تلویزیون فارسی بی بی سی همچنین جوایز دیگری در سال‌های گذشته برای پوشش برنامه‌های خبری دریافت کرد. نه ما مادر انتخاب ممکن است باور کن بس کن. 10 سال با خبر و فراتر از خبر با شما بودیم. آناهیتا شمس بی بی سی.